دخترها و بچه های خوبم سلام، امیدوار هستم خوب باشین. امروز باز هم درس از ادبیات دری صنف هفتم داریم. حتما درس های روز گذشته را خواندیم و در درس روز گذشته ما چی را خوانده بودیم؟ بسیار خوب، مواد مخدر را خواندیم. مواد مخدر را کسی گفته میتونه که چی هست؟ بسیار عالی، گفتیم که مواد مخدر عبارت از مواد نشانآور است که استعمال از او یا مصرف از او چی میکنه؟ سیستم عصب مرکزی را تغییر میده. و همچنان در بخش قواعد نگارشی چی را خوانده بودیم؟ علامه سوالیه را خواندیم. علامه سوالیه را چی گفتیم؟ گفتیم که پس از جمله های کورسی چی میآید. مثال هم دادیم، چه قسم؟ چگونه میتوان یک فرد معتاد را تداوی کرد؟ در آخرش چی میآید؟ سوالیه میآید. ببینیم چگونه میتوان یک فرد معتاد را تداوی کرد؟ در آخرش چی بانیم؟ سوالیه. به خاطر که مستقیما سوال کردیم، یعنی چگونه میتوان یک شخص معتاد را تداوی کرد، از سوالیه استفاده میکردیم. خب پیش از اینکه به درس جدید برام، من از شما یک سوال دارم که در جواب از او ما میتونیم که عنوان درس امروز خود بگیریم که امروز چی را میخوانیم. گشت و گذار بی جا و بی مورد در جاهای ناامن باعث چی میشود؟ بسیار خوب، بسیار خوب، خودتان یاد دارین، گفتین که چون در جاهای ناامن مواد منفجر ناشده و مونها کشت شده، اگر ما اونجا بریم باعث از این میشه که یا ما از بین بریم یا زخمی شویم یا معلول شویم. بسیار خوب، خیلی درس امروز ما و شما در مورد چی است؟ ماینها هست. ببینین یا مهمات منفجر ناشده شما در تصویر انواع مختلف شو میبینین، در اصلاحی توجه کنین ببینین ماینهایی هست که ضد وسایت نقل یه هست و همچنان ضد فرد است، انواع مختلفش هست که ما ایستایسته این را کلش هم معرفی میکنیم و میخوانیم و میبینیم که چی ضررهایی دارد، چگونه باید ما خود نگاه کنیم از این مواد و مهمات منفجر نشده و ما اینها. خب شما توجه کنین که ما بریم به درس امروز خود اول، که درس امروز هدفش چی هست، کدام موضوعات ما سرش بحث میکنیم، چی چیزها را ما میخوانیم در درس امروز خود و بعدا میاییم به معرفی ماین ها. خب قسمه که گفتیم درس امروز ما ماین چیست و چند نوع دارد، این را میخوانیم. هدف ما چیست؟ آشنایی با ماین ها و خطرات آنها و قواعد نگارشی از جمله علامت چی را میخوانیم؟ ندایه را میخوانیم. خب آره، میریم ماین ها را معرفی میکنیم که ماین ها چند نوع هست و کدام خطرات دارن. اولین ماینی که ما سرش باید بحث کنیم ببینین به نام ماین ولمر نام داره. ماین ولمر کدام ماین است؟ ماین است که این به شکل شما قسمی که در تصویر میبینین به شکل نارنجک است. این ماین چی هست؟ ضد فرد است، یعنی نفر از بین میبره. و این به شکل است که پیش از اینکه منفجر شوه و فاصله 40 یا 50 سانتی متر پرتاب میشه. بعد از پرتاب این انفجار میکنه و اشخاص که در دور برش است او را یا زخمی میسازه یا معلول میسازه یا از بین میبره. خب میاییم به ماین دیگه که به نام ضد تانک است، یا از جمله خطرناکترین ماین هاست. اگاه تانک یا وسایط نقلیه بسیار سختی از سر از یمک زره این انفجار میکنه و وسایط نقلیه را یا تانک از بین میبره. حالا آمدیم سر ماین ضد خودرو. خودرو چی را میگه؟ وسایط نقلیه را میگه، یعنی ماین وسایط نقلیه سبدی یا ماین ضد خودروی خودرو سبدی. این به شکل سبد است. این هم از جمله ماین های ضد وسایط نقلیه هست و هر وسایط نقلیه که از بالای زی بگذره او را چی میکنه؟ تخریب میکنه، از بین میبره. خب آمدیم سر ماین واکسی. ماین واکسی نوع دیگر از ماین های ضد نفر است. این ماین ضد نفر است، به خاطر زیر واکسی میگن که شما میبینین شکل بوتل چی را داره؟ بوتل رنگ داره. خب دیگه آمدیم سر ماین پدالی. ماین پدالی کدام ماین است؟ ماین پدالی ماین است که
ارگا این ماین زد فرد است یا زد نفر است. اگر ارگا فردی پایش سر از این پایین بیاید تا یک پس نکنه انفجار نمیکنه. به او خاطر یعنی خونسا ساختن از این بسیار مشکل است. به اون مناسبت ارگا بخواین را خونسا کنن، او فردی که پایش سر از این ماین است به یک جهتی خود پرتاب کنه که سایه تخریب از این کمتر باشه. این ماین هم شخص میتونه معلول کنه، میتونه زخمی بسازه، میتونه از بین ببره. دیگه ماین گوجه‌ای یا ماین گوجه ما میگیم بادنجان رومی که به اون شکل است، این هم ماین ضد نفر است یا میتونه که فرد زخمی بسازه، معلول بسازه و یا از بین ببره. دیگه ماین گوشت کوبی، شما میبینین که بدنی از این به شکل چی است؟ به شکل نارنجک است. این ماین هم وقتی که انفجار میکنه به توته های خرد با پارچه های خرد تقسیم میشه و ضربات از این میتونه که شخص معیوب بسازه، معلول بسازه یا از بین ببره. دیگه ماین تلویزیونی یک نوع ماین امریکایی هست که این به نام شمشیر دولبه هم یاد میکنن. این ماین میتونه که ضد فرد هم باشه و همچنان ضد وسایل نقلیه هم باشه. و آمدیم سر موضوعاتی که بزرگسالا و والدین در نظر بگیرن در وقتی که گشت و گذار میکنن یا در جاهای مشکوک میرن یا چیزایی را میبینن، باید چه قسم خود نگاه کنن. گفته هرگز به ماین ها و مهمات منفجر ناشده شما چی کنین؟ دست نزنید. ماین ها و مهمات منفجر ناشده را پرتاب ننمایید و چیزی را هم به طرف آن پرتاب نکنید. نه خودش را پرتاب کنید، نه به طرف از او سنگ یا چیز دیگر را پرتاب کنید. دیگه سیم های ناشناخته را کش نکنید. بسیاری ها عادت دارن و بسیاری از اطفال در افغانستان در اثر این بی‌احتیاطی ها از بین رفتن یا معلول شدن یا زخمی شدن. و در خانه هایی که ویران است و دشت ها و کوه هایی که در آن اثرات جنگ به نظر می آید، سیم های ناشناخته را کش و قطع نکنید و ماین ها و مهمات منفجر ناشده را در آب و آتش نیندازید و همچنان ماین ها و مهمات منفجر ناشده را از یک جا به جای دیگر انتقال ندهید. توته های آهن را جمع آوری نکنید و از جمع کردن آهن های کهنه خودداری کنید که به قیمت جان شما تمام می شود. هرگز به ویرانه ها اشیای ناآشنا و مشکوک دست نزنید. وقتی که به جای ویران میرید در اونجا باز اشیای مشکوک است در اون دست نزنید. هرگز مهمات و مهمات منفجر ناشده از جنگ باقی مانده را در خانه خیش نگه داری ننمایید، یعنی نیارین از یک جای به خانه اونا را نمانید، نگذارین، جمع‌آوریش نکنید. زمانی که کدام چیزی مشکوک و ناآشنا را دیدید از آنجا دور بروید و دیگران را خبر کنید. یعنی چیزی که مشکوک است حتما باید دولت خبر کنین که اونا را از اونجا جمع‌آوری کنن و به مردم باید اون را چی کنین شما برسونین خبره. ماین ها چی هستن؟ ماین ها اشیای مخصوصی هستند که از پلاستیک، چوب و آهن ساخته شده و در بین آنها مواد منفجره جا داده شده است. این سلاح و اثر فشار دست، پا و یا چیزی دیگری منفجر می گردد. هرگاه انسان، حیوان و یا هر چیزی دیگری از بالای آن بگذرد یا از بین می رود و یا زخمی و معلول می شود. ماین ها دارای اشکال، اندازه ها و رنگ های مختلف می باشند. مثلا گرد و هموار، مانند توتی، نعل بخاری، رادیوی کوچک که دارای پایه های آهنی باشد، توپ، صندوقچه یا بکس چرمی و غیره. ماین ها به منظور مرگ یا معلول ساختن انسان ها و از بین بردن وسایل نقلیه ساخته شده اند. این سلاح ویرانگر از جنگ جهانی اول به این طرف در جهان به کار گرفته می شود. مهمات منفجر ناشده دیگر مانند راکت ها و بم های دستی، مرمی های تانک، مرمی های مختلف تفنگ ها و بم هایی که از طیاره پرتاب می شوند نیز برای جان انسان هست که باید از نزدیکی به آنها خودداری شود. افغانستان از جمله کشورهایی هست که بیشترین ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در آن کشت گردیده است. طبق یک احصایه در حال حاضر قربانیان ماین‌ها بیشتر از 50 نفر در ماه می باشد. شاگردان عزیز، پس بر ما لازم است تا از گشت و گذار بی جا و بیهوده در هر گوشه و کنار
خودداری کنیم و در صورت مقابل شدن با ماین ها و مهمات منفجر نشده باید به افراد مسئول خبر دهیم تا برای از بین بردن آن اقدام کنند. با این کار اسلامی و بشر دوستانه می توانیم زندگی خود، خانواده و بالاخره مردم زجر دیده کشور خود را از بلا و مصیبت نجات دهیم. حالا میایم به در بخش چی؟ قواعد نگارشی. قواعد نگارشی ما چی را می خوانیم در اینجا؟ در اینجا ندایه را می خوانیم. ندایه را می خوانیم، الف گفته، پس از کلمه هایی که در محل ندا باشند نوشته می شود. مانند خداوندا مرا در انجام کارهای نیک یاری ده. در آخرش چی آمد؟ ندایه آمد. اون علامه ندایه را شما خودتان اینجا مشاهده کرده می توانید. شاگردان عزیز، باز کامه مانده، گشت و گذار بی جا و بی مورد باعث ندامت و پشیمانی می گردند. شما دیدین در آخر ندایه آمد، قسمی که در بالا گفته بود پس از کلمه هایی که در محل ندا باشند نوشته می شود، این اینجا برش ندا کرده گفت خداوند در آخر جمله آمد و در اینجا شاگردان عزیز ندا شد با بالای شاگردان عزیز و در آخر این ندایه آمد. خب بیچی اگر کلمه ها بیانگر احساسات، عواطف و تأثیرات باشد، پس از آنها به کار می رود. مثلا وسرتا، دریغا و آفری. ببینید وسرتا کاما آمده که عمرم به پایان رسید، در آخر جمله گفت می آین ندایه، یعنی بعد از کلماتی که مثلا به شکل چی نوشتشدنه، کلمات وسرتا و دریغا و واه و آفرین، بعد از اینا که جمله بیایه، بعد آخر جمله دیگه چی نشته میشه؟ امی علامی ندایه نشته میشه. دیگه گفته دریغا که او را نادیده رفتم، در آخرش دیدیم که ندایه آمد. واه چی درخت عجیبی، این ندایه آمد. در آخر جمله آفرین پسر خوبم، در آخرش ندایه آمد. اگر پس از واژه های ندا جمله بیاید مانند جمله های فوق که در اینجا شما خواندید، نشانه ندایه در پایین جمله گذاشته می شود، در پایان جمله گذاشته می شود، قسمی که در اینجا در پایان جمله گذاشته شد. حالا میریم در بخش چی، خلاصه درس ما. ببینید در خلاصه درس چی گفته. ماین ها اشیای مخصوصی هستند که از پلاستیک، چوب و آهن ساخته شده هم و در بین آن مواد منفجره قرار داده شده است. ماین انواع گوناگون دارد و به منظور مرگ یا معلول ساختن انسان ها و از بین بردن وسایل نقلیه ساخته شده هم. مهمات منفجر ناشده مانند راکت ها، بم های دستی، مرمی های تانک، مرمی های مختلف تفنگ و بم هایی که از تیاره پرتاب می شوند نیز بلای جان انسان ها اند. افغانستان از جمله کشورهایی هست که بیشترین ماین ها و مهمات منفجر ناشده در آن کشت گردیده. پس بر ما لازم است تا از گشت و گذار بی جا خودداری کنیم و در محو و نابودی آنها به اوزه های امنیتی خبر دهیم. ای بود خلاصه درس. فعالیت های ما چی است؟ فعالیت های ما را شما توجه کنین. فعالیت اول گفته ماین ها از کدام اشیای زیر ساخته شده هم. براتان چند گزینه داده؟ یک، دو، سه، چهار گزینه نه؟ الف آهن، بی پلاستیک، جیم چوب، دالر سه. دال سعی است نه از ارسیش. سوال دیگه، اگر به مهمات منفجر ناشده نزدیک شویم و یا با آنها دست بزنیم چه اتفاق رخ می دهد؟ شما خودتان گفتین، پیشتر هم خواندیم ما و شما، که ما یا معلول می شیم یا زخمی می شیم و یا یکی که از بین می ریم. خب در اینجا شما این میل در خانه انجام بدین. خب یک تن از هر گروه برداشت خود را از مفهوم درس و دیگران بیان کنند. شما این چی کنین؟ مفهوم درس بگیرین، بعد میتونین که چون شما در خانه هستین میتونین که به اعضای فامیلتان ایره چی کنین؟ شریک بسازین یا براز نابوبین که مفهوم درس امروز ما همی چیز. حالا رسیدیم به کار خانگی. تصویرها رو ببینین، در تصویرها خوب دقت کنین که چی چیز نشان میده. گفته تصویرهای زیر را با دقت ببینید
و در مورد جنگ و صلح در 6 سطر یک مقاله بنویسید. شما چی میکنین در مورد تصویرا؟ هر دو تصویر میبینین که یکیش نماینگر جنگ است، دیگه هم نماینگر فضای صلح و آرامی و آرامش. شما به اینا مقاله نشته میکنین که 6 سطر داشته باشد و مقاله خود به اعضای فامیلتان میخوان. خب درس امروز ما خلاص شد. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم درس امروز یاد گرفته باشین و در خانه حتما یک بار دیگه شما ایره مرور میکنین و به درس آینده خودم یک توجه کنین. تا روز بعدی و درس جدید، خداحافظ و ناصرتان.